از آقای دکتر امیر صبوری که از نیویورک تشریف آوردن، زحمت کشیدن، بیوگرافر آقای جهانبخش پازوکی هستن. بفرمایید آقای صبوری. از آقای دکتر کامران بروخیم عزیز تمنا میکنم تشریف بیارید بالا. از سرکار خانم گلاویج معتمدی تقاضا میکنم تشریف بیارید. بسیار بسیار افتخار بزرگیه برای فدراسیون یهودیان ایرانی که همیشه جزئی از ملت ایران بوده، بخشی از ملت ایران بوده و این برنامه به هیچ وجه ارتباطی به دین، مذهب، سیاست و هیچ چیزی نداره. یک تقدیم از طرف ملت ایران به جهانبخش پازوکی. آقای گلپایگانی گفتش که تار زیاد می‌سازن. تار هزار دلار، دو هزار. ولی تار یحیی 20 چون مهر یحیی روشه. وقتی جهانبخش پازوکی مهری رو زیر یک آهنگ می‌ذاره، ارزش این آهنگ بسیار بسیار بالاست. به هر حال از طرف دیگه من از طرف خودم و همه شما عزیزان، از دوست بسیار عزیزم آقای علیرضای مروتی تشکر میکنم که با توجه به ارتباطی که داشتم اولین لوحه رو من میخوام که چون رادیو صدای ایران واقعا اینو دنبالش کردم و علی حضرت یک لوحه رو فرستادم اینجا، میخوام لوحه رو از سرکار خانم گلاویج معتمدی پیام شهرخانم فرح پهلوی به مناسبت بزرگداشت از جهانبخش پازوکی 15 سپتامبر 2011 لس آنجلس. بسی خوشبختم که ایرانیان مقیم امریکا مجلسی ترتیب دادن تا از هنرمندی ایرانی که همه زندگی خود را در راه هنر مورد علاقه خود یعنی موسیقی صرف کرده است قدردانی کنند. این نشانه دیگری از آن است که با وجود همه مشکلاتی که ایرانیان داخل و خارج کشور در سالهای اخیر با آن روبرو بودند، روح فرهنگ و هنردوستی هممیهنانمان زنده و پابرجاست و بزرگداشتی این چنین برای موسیقیدان پرکار و پراستعدادمان آقای جهانبخش پازوکی برپا شده است. مروری بر زندگی آقای جهانبخش پازوکی چنین می نماید که ایشان با استعدادی خدادادی و پشتکاری فوق‌العاده از عنفوان جوانی به شناخت و تکمیل دانش موسیقی ایرانی یعنی آنچه متعلق به ملت خود بوده همت گماشت و سپس با دیدی باز و روحیه کنجکاو سعی در شناخت و آموختن موسیقی دیگران کرد و به آنچه من آن را روح ایرانیت می‌دانم رسید، یعنی شناخت فرهنگ و هنر چند هزار ساله دیار خود و سپس تحقیق و آموختن فرهنگ و هنر دیگران و به وجود آوردن مجموعه جدید و راهی نو که باعث شکوفایی دیگ و پیشرفت جامعه است. آقای جهانبخش پازوکی نه تنها در ساختن آهنگ‌ها تبکر دارند، بلکه شاعر و ترانه‌ساز معروف کشور ما هستند و بسیاری از آهنگ‌ها و ترانه‌های ایشان سال‌هاست که زمزمه بسیاری از ایرانیان است. برای آقای پازوکی و خانواده عزیزشون موفقیت‌های بیشتر، تندرستی و شادکامی آرزو می‌کنم. فرح پهلوی. اول یک سپاس فراوان دارم برای اولیالحضرت شهبانو که همیشه مشوق و پشتیبان هنر و هنرمند بودن. دو سه سال پیش بود که من
در یکی از مراسمی که برای آقای مروتی، اسدالله مروتی گذاشته شد، من قطع شعری ساختم و در اون محفل خوندم. اون قطع شعر اینه: دسته های گل نهادن بر مزار من چه سود، در زمان زندگی یک شاخ گل دستم بده. این شاخ گل رو نمیتونم بگم شاخ گل، این دسته های گل رو آقای بروخین، و شما حضار عزیز امشب به دست من بگید. من نمیخوام که قصد سخنرانی ندارم اینجا به اون صورت متعود، ولی که من هیچ وقت مردم گریز نمونم، همیشه مردم گرا بودم و بنابراین تمام سوژه ها و تمام داستان هایی که به روی کاغذ آوردم از میان شما به گوشم خورد، درد دلهای شما بود و همیشه در شادی های شما لبخند زدم و در ناراحتی های شما با شما گریستم. با عرض تشکر از همه شما عزیزان، یک بار دیگر از جناب دکتر بروخیم تشکر میکنم و شما حضار عزیز. لوحه بعدی از آقای دکتر امیر صبوری، بیوگرافر خودتون. من اگر بخوام در دو دقیقه به عنوان بیوگرافر جناب بازوکی صحبت کنم، از این پدیده در سه جا شاخص میشه. سروران عزیزم میدونن که استاد جهانبخش بازوکی در کار ویژه خودشون، در ژانر هنری خودشون، یعنی ساختن آهنگ ترانه و گفتن شعر ترانه رو توأمن انجام میدن و ایشون تنها هنرمندی هستن که در تاریخ بیش از 2500 ساله فخر و فخامت ایران زمین یگانه هستن و نظیری ندارن. این لوح از طرف اجازه میخوام از طرف شما سروران عزیز این رو خدمت استاد جهانبخش بازوکی تقدیم بکنم. من سپاسی دارم از آقای انوشیروان روحانی که همیشه در رادیو تنها کسی بود که گره ها رو باز میکرد، از آقای حیدری هم، محمد حیدری هم اینجا امیستاد بزرگ ما تشکر می کنم، تشکر قرارمان سپاس قرارمان، از جناب آقای هلاکویی که اینجا تشکرم و داریوش عزیز که امشب تشکر بردن اینجا و داریوش عزیز از استادان عزیزم آقای جلیل شهناز که الفبای موسیقی رو به من یاد دادن و استاد حسن کسایی که واقعا دو ستاره بی‌بدیل و بی‌نظیر هستند تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. و من فرزند خودم که نه، ولی برادر کوچک خودم میتونم آقای عالمی رو بنامم، برادر کوچک من
که این برادر بزرگ خیلی از برادر کوچک آموخت. از ارکستر، از ارکستر عزیزی که تمامش برای من عزیزم و یگانه هستن تشکر می‌کنم که امشب این برنامه را ایشان کردن. فدراسیون یهودیان ایرانی ارج می‌نهد 50 سال خدمت و خلاقیت هنرمند بزرگ جانبخش پازوکی، اسطوره موسیقی ایران، تاجی زدن بر تاریخ موسیقی ایران. اکثر رسانه‌های گروهی و هنرمندان و فدراسیون یهودیان ایرانی این لوحه را به نشانه سپاس و قدردانی جامعه ایرانی تقدیم این هنرمند بزرگ می‌کنند. دکتر کامران بروفین به حیثیت امنات، شهدا زرگریان جاودان رئیس هیئت اجرایی. حضورتون عرض کنم که این برنامه اولش توسط هنرمندان بوده، دومش توسط رسانه‌های گروهی بوده و پشتیبانی و همت گروه بانوان فدراسیون یهودیان ایران و همینطور دوست بسیار عزیزم آقای منوچهر نظریان و بقیه اعضای هیئت اجرایی به نهایت محبت بزرگ کرده. ممنونم. ممنونم. دوست بسیار عزیزم آقای پرویز یوسفی که واقعا یکی از هنرمندان و یکی از کارهایی که بی نظیر کارهای را انجام میدن، یک آوارد برای آقای پازوکی درست کردن که من واقعا به علت که وقت زیر وقت نمیتونم از خودش بیام. پرویز جون بسیار ازت ممنونم که همیشه کردی و همینطور این لوحه زیبایی که برایشون درست کردی، این یکی از قشنگترین چیزهایی که در دنیا کسی میتونه درست کنه. در عین حال لوحه اولیا حضرت هم اگزکتلی به رنگ بسیار قشنگ تاج آبی اونم درست کردی که اونم جدا خدمتتون تقدیم میکنه که خانواده همشون لوحه سپاس اولیا حضرت رو داشته باشن. این جناب آقای بروخین که میبینید اینجا ایستادن یکی از کسانی هستند که من دیدم در عرض این چند وقت دوستی با ایشون همیشه پشتیبان ضعفا، تنگ دستان و کسانی که از کار افتاده هم همیشه تمام زندگی و وقت و روزگار خودشون رو گذاشتن برای این افراد.